آقای خویی، گریزی بزنیم به تاریخ با شما. در فکر کنم 1934 بود که بعد از کنگره حزب کمونیست شوروی، زمانی که استالین به سختی تونست دوباره قدرت رو به دست بیاره و خیلی‌ها فکر کردن که با تقلب بوده، افرادی معترض بودند. خب تاریخ میگه که استالین اون موقع آقای سرگئی کیروف دبیر کل حزب کمونیست رو ترور کردند، ترور رو انداختن گردن اطرافیان تروتسکی که مخالف ایشون بودند، یعنی باید تیر دو نشون زدند. یک تشبیهی هست در این دوره با اون دوره، حذف مخالفین، اعترافگیری ها، شکنجه ها در سطح وسیع. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ به هیچ تردیدی. اولا ببینید، شکنجه و کشتار، زندانی کردن، نفی حقوق بشر، اینها در گوهره همه حکومت های تمام خواه است. تمام و به ویژه در گوهره، به ویژه نه، همه حکومت های تمام خواه ایدئولوژیک هستند، جهان نگری ویژه‌ای دارند و این جهان نگری رفتارشون رو، کردارشون و اندیشه‌هاشون رو در خودش محدود میکنه. یادم اومد که ایزاک دویچر کتابی نوشته، در زندگی نامه استالین رو نوشته و نوشته است که در 1920، در سال 1920 بر سر بالین مرگ لنین، اگر کسی به استالین میگفت که تو در عرض 10 سال، در طول 10 سال آینده تمام این رفقای تو، از تو که در اینجا حضور دارند، خواهی کشت، شاید چندان میهراسید که میرفت خودکشی میکرد. ولی در طول 10 سال افتاد توی پروسه، توی یک روند، روندی که یه حاکمیت ایدئولوژیک به او دیکته میکنه و فرد آنگاه که در این روند افتاد چاره نداره، باید پیش بره و بدل شد، یه آدم انقلابی بدل شد به یک دیو خونخوار ضد بشر. در بله، این دو حاکمیت از بسیاری نظرها عین هم دیگه هستن، انگار یکی از دیگری کپی شده است و علت این است که اینا حاکمیت های ایدئولوژیک هستند. راه نجات ما این است که حاکمیتی در آینده داشته باشیم تنها بر بنیاد حقوق بشر و اصول دموکراسی. حزب‌ها حق دارن جهان نگری داشته باشن. آقای خویی، حالا فرض رو بر این بگیریم باشن. با همین نظامی که هست، با همین سیستمی که هست، چه راهی هست یا اینکه چگونه میشه علیه پدیده شکنجه مبارزه کرد؟ به این میموند که چه کار میتونیم بکنیم که شیر از این پس درنده نباشه. خب باید تو قفسش بندازیم یا با تیر بزنیمش یا یه بلایی سرش بیاریم یا دندوناشو بکشیم. فکر میکنم اینجا تشبیه درخورتریست. دندونهای جمهوری اسلامی رو هم نمیتوان کشید مگر با مقاومت اجتماعی 100%. تمام مردمان ما باید بایستن در برابر این حاکمیت و ما در بیرون از ایران همگان باید به جامعه حقوق بشر، به هواداران و پشتیبانان حقوق بشر بپیوندیم و همگان تمام حاکمیت های آزاد، مردمان آزاده جهان رو زیر فشار بذاریم که هرچه میتونن بیشتر به این حاکمیت پیشا قرون وسطایی، به این فسیل دایناسور تاریخی فشار بیارن تا دست از سر مردمان ما، دست کم تا آنجا که به شکنجه و کشتار مربوط میشه برداره. بله. آقای خویی، اگر ممکن هست در 2 دقیقه بفرمایید، من از زاویه شاعری اجازه بدید وارد بشم. میگه که برخی زشتی ها رو میشه زیبا کرد، حالا برخی زشتی ها رو باید نابودش کرد. در مورد شکنجه بگید، کدوم یک از این زشتی هاست و چیکار باید کرد برای اینکه از بین بره؟ من فکر نمی کنم تا هنگامی که فرمان فرمای آخونی باشه شکنجه از بیان بره، ولی یکی از راه های کشیدن دندان های این شیر، حیف شیر، این گراز، همین است که خانم کار هم اشاره کردند، کمک گرفتن از سازمان های بین المللی. قانون هایی داریم که به اعتبار اون میشه این حضرات رو، هر کدام از اینان رو، لحظه ای که از کشور بیرون میاند، چنان که هفته پیش هم دکتر لاهیجی اشاره کرد، میشه اینا رو بگیرند. دست کم میتونیم کار رو چندان، یعنی با پیگیری، البته چنان که خانم کار گفتن، با کمک هممیهنان که هرچه در این زمین ها سند دارند برای ما بفرستند، برای کسانی که در ما، یعنی کسانی که در این زمین ها تخصص دارند بفرستند، میشود کاری کرد که اینان در ایران زندانی بشوند و در نتیجه
از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از بسیاری نظرها بهشون بسیار بسیار دشوار خواهد شد و شاید از اون در آن هنگام اندکی در این رفتارهای ضد انسانی خودشون تجدید نظر کنند. بله. وگرنه مگر اینکه نابود بشن، وگر تا باشند همین بساط است. متشکرم از شما. اجازه بدید در فرصت کوتاه قبل از اینکه آخرین گفته رو بفرمایید، من دو سه تا ایمیل دارم خیلی کوتاه بخونیم. پویا ایرانی نوشته: شما فجایع امروزی ایران را با وقایع 1400 سال پیش کربلا که یک جنگ مسلحانه تمام عیار ولو نامساعی بود مقایسه کنید و ببینید کدام یک شنیتر و وحشیانه تر و ناجوان مردانه تر و غیر انسانی تر است. آیا فرزندان بیدفاع و بی سلاح ایران هم از دختر و پسر، زن یا مرد مظلوم تر واقع شدند یا سپاه مسلح امام حسین؟ آیا آنان را بدون دفاع کشتند و اسیر کردند؟ آیا به زن و مرد آنان سبعان تجاوز جنسی کردند؟ حالا خود قضاوت کنید که باز هم در محرم و سفر برای وقایع 1400 سال قبل در کربلا باید روزه بخوانیم و عزاداری کنیم یا برای وقایع خرداد و مرداد 1388 ایران؟ سینا از تهران نوشتن: به نظر من حکومت اسلامی با این اعمال زشت فقط و فقط به خودش تجاوز کرد و نه به جوانان شجاع و با شهامت ایران، و ما ایرانیان به این جوانان دلیل که مورد شکنجه قرار گرفتند افتخار میکنیم و آنها را میستاییم و از آنها میخواهیم از هر طریقی افشاگری های هوشمندانه به عمل آورند که به خودشان نیز آسیب بیشتری وارد نگردد و بدانند تمام جوانان و مردم ایران حامی آنها میباشند. و سیاه پوش هم نوشته که شکنجه در ایران باستاب انتقامگیری، ارتجاع و عقب ماندگی مطلق از مدرنیزم است. در 30 ثانیه نتیجه گیری بحثمون از شکنجه رو بفرمایید خانم کار. من فقط این پیامو دارم که مردم ایران تنها نیستند. مثل گذشته و جامعه جهانی متوجه گرفتاری هاشون هست و هرچه اونها بیشتر اطلاع رسانی کنند با استفاده از امکانات ارتباطی کنونی زودتر میرسند به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست و منع و رفع ظلم از طرف حاکمان و کسانی است که با اونها کار میکنند. در هر حال ما باید دیگه نپذیریم که اینها گروه خودسری هستند. بله. و باید توبه کنیم از اون چه که قبلا گفتیم درباره گروه های خودسر. اینها خودسر نیستند. متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید. همچنین از شما آقای خویی. قانون تاکید میکند که هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است. بی اطلاعی خانواده های بازداشت شدگان از وضعیت آنها. این امر با بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مغایرت دارد. ضرورت تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه. طبق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین اساس ماده 1 قانون هیئت منصفه مصوب 24 اسفند 1382 مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. بر کسی پوشیده نیست که اقدامات و اتهامات منتسبه به بسیاری از بازداشت شدگان مصداق جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین تشکیل دادگاه مذکور بدون حضور هیئت منصفه مغایر با قانون اساسی است. لزوم رسیدگی به اتهامات ابتهی در مراجع ویژه روحانیت. آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز صراحتاً و به طور مطلق رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیت را منحصراً در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت بیان کرده است و تا کنون نیز رویه مراجع قضایی بر همین منوال استوار بوده است. انتشار غیرقانونی محاکمه. قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 24 خرداد 1385 مقرر می‌دارد منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه
از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی اون باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست. این در حالی است که صدا و سیما و خبرگزاری‌های دولتی با نادیده گرفتن قانون یاد شده اقدام به انتشار جریان دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موصوف کردند. اقرار متهمین در دادگاه. اقرار شرعی تنها تحت شرایطی از جمله آزادی و اختیار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرایط طبیعی جایز است. از این رو اقرار فردی که بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و بلافاصله به دادگاه منتقل شده است مصداق اقرار تحت فشار محسوب می شود و اعتباری ندارد.